بی مریم بختیاری از زنان دلاور عصر مشروطه و سخنران و مبارزی چیره دست بر ضد استعمار و استبداد در ایران بوده است. او زنی با سواد و روشنفکر و از پیشگامان مطالبات حقوق زنان است. مریم در کوهستانهای بختیاری رشد و تحصیل کرد. او که به اهمیت تاریخ پی برده بود و تاریخ را هویت ملی خود می دانست، با مطالعه تاریخ و روزنامه از اخبار ایران و جهان و پیشرفت‌های ملل دیگر آگاه شد و نگرشی نو به هستی پیدا کرد. بی بی مریم علاوه بر سوارکاری و تیراندازی، فنون اردوکشی نظامی و لشکرداری را از پدر و برادرانش آموخت و در نبردهای انقلاب مشروطه از جمله فتح اصفهان و تهران از آنها بهره جست. علاوه بر این که بی بی مریم مشوق اصلی برادرش سردار اسعد بختیاری برای فتح تهران بود، تاکتیک های نظامی بی بی مریم در شبیخون زدن به هنگ قضا، دلاوری هایش در این نبرد و حل اختلافات میان مشروطه خواهان پس از فتح تهران، میزان محبوبیتش را در ایل و میان مجاهدین مشروطه خواه دوچندان کرد و طرفداران بسیاری یافت. چنین شد که لقب سرداری به نام او مزین گشت. در بحبوحه جنگ جهانی اول، ایران علارغم اعلام بی‌طرفی توسط قوای روسیه و انگلستان از شمال و جنوب اشغال شد. انگلستان از ایران به عنوان انبار غله استفاده کرد و آذوقه مردم کشورمان را برای سربازان خود چپاول کرد. این امر منجر به قحطی بزرگ و کمبود غذا در ایران شد. سردار مریم بختیاری که مخالف حضور اشغالگران بیگانه بود، در یورش‌های مداوم صدمات جبران ناپذیری به نیروهای انگلیس و ضربات سنگینی نیز به روس‌ها وارد ساخت. اقدام دیگر او تجهیز بهترین سپاه بختیاری و روانه کردن آنها برای حمایت از دلیران تنگستان بود. بیبی مریم از طرفداران سرسخت وحدت ملی بود و از قومگرایی و تفرقه بیزار. او بارها از ستارخان و باقرخان که برای بیرون کردن بیگانه تلاش می کردند دفاع کرد. در بحبوحه مبارزات بی بی مریم با استعمارگران در زمان قحطی بزرگ، او مردم گرسنه و بی پناه را زیر پوشش خود گرفت و با سرمایه شخصی از آنها پشتیبانی کرد. علاوه بر این، خانواده های غیر نظامی لهستانی و آلمانی مقیم ایران از ترس گزند نیروهای انگلیسی به او پناه بردند و همینطور نظامیان آلمانی حامی مشروطه. سردار مریم هم مقدمات خروج مخفیانه آنها را فراهم ساخت. به پاس حمایت‌های او، ویلهلم دوم امپراتور آلمان مهمترین نشان امپراتوری را برای او ارسال کرد. او اولین زنی است که این نشان را دریافت کرده است. پس از کودتای 1299 با به قدرت رسیدن رضاخان، هواخواهان مشروطه متواری شدند. در زمانی که بی بی مریم دوشادوش فرزند خود علی مردان خان بختیاری همچنان درگیر نبرد با انگلیسی ها بود، در سخت ترین شرایط خانه اش مأمن آزادی خواهان گریخته شد. در میان آنها می توان از علی اکبر ده خدا، محمد مصدق، فرخی یزدی و ملک و شعرای بهار نام برد. بی بی مریم آرزوی رشد و پیشرفت زنان را در سر می پرورد و آنها را به داشتن اندیشه های والا تشویق می کرد. او بسیاری از مسائل مربوط به زنان را مطرح و مطالبه کرد، از جمله حق تحصیل زنان، حضور زنان در جامعه به جای پرده نشینی، مخالفت با سنت نافبری و ازدواج اجباری و نپرداختن سهم الارث آنها. مردم سالاری، قانونمندی، رفاه، آسایش، پیشرفت و استقلال و همچنین حقوق برابر زنان و رشد آنها از آرمانهای او برای ایران بود. در واقع می توان گفت او مطالبات امروز ما را یک قرن پیش مطرح کرده بود. سرانجام برای سرکوب او، رضاخان پسرش شیرعلی مردان را برای مذاکره به تهران فراخواند و به مجرد ورود او را دستگیر و در دادگاهی فرمایشی به اعدام محکوم کرد.
بیبی مریم 3 سال پس از شهادت پسرش دیده از جهان فرو بست. سردار مریم در کتاب خاطراتش که تمام وقایع دوران خود را به دقت اما با زبانی ساده و روان ثبت کرده است، خطاب به ما آیندگان این سرزمین می نویسد: ای کسانی که روزنامه مرا مطالعه می نمایید، اگر در عصر شما ایران وطن عزیز مرا و خودتان را دیدید که به دانش و علم نورانی و مشعشع شده و قدم در راه و خاک آزادی گذاشته اید و یا در سایه علم و تمدن زندگانی می کنید، از من بیچاره که یگان آرزویم تمدن ایران است یادی بنمایید. آیا در این ساعاتی که من در قعر گور خوابیدم شما آزادید؟